بینندگان عزیز برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل متحد اعلام کرده است که 38 دهم میلیون دلار برای کمک به مهاجران اخراج شده از پاکستان اختصاص داده است. رئیس دفتر هماهنگی امور بشر سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان تاکید کرد که کمک‌های مالی صندوق مرکزی واکنش استرالی این سازمان در زمستان سخت و اوج ناامنی غذایی برای این سازمان اختصاص یافته است برنامه جهانی غذا در یک خبرنامه مطبوعاتی اعلام کرده که این پول برای کمک به 33 هزار خانواده یا حدود 230 هزار فرد از جمله معلولین برگشت از پاکستان استفاده خواهد شد دفتر روابط ارتش پاکستان اعلام کرده که طراح اصلی دو انفجار مرگبار دو روز پیش در ایالت بلوچستان کشته شده است بر پایه خبرنامه این دفتر ابو همز خراسانی عضو گروه تندروی داعش بود و در عملیات نیروهای نظامی پاکستان کشته شد در انفجارهای روز چهارشنبه گذشته نزدیک دفاتر نامزدهای انتخاباتی در منطقه قلعه سیف الله و پیشین دست کم 26 نفر جان باختند بر اساس اطلاعات دفتر روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان این عضو گروه سنیهای تندروی داعش تحت پیگرد نیروهای امنیتی قرار داشت و میخواست حملات دیگری را هم در ایالت بلوچستان انجام دهد بر اثر غرق شدن قایق حامل مهاجران سودانی به سمت اروپا 13 نفر جان باخته و 27 نفر دیگر هم مفقود شدند سخنگوی دادگاه منطقه تونس گفته که گارد ساحلی این کشور روز پنجشنبه به 19 همه بهمن توانست تنها دو نفر را از قایق واژگون شده نجات دهند بازماندگان گفتند که تمام 42 نفر سرنشین قایق اهل سودان بودند این در حالی است که فعالان مهاجرت ماه گذشته زنگ خطر را در مورد اخراج دست جمعی و دستگیری خسرانه مهاجران در تونس به صدا درآوردند جایی که مقامات شاهد ورود مهاجران بیشتری برای عبور از دریای مدیترانه از این کشور شمال آفریقا به اروپا هستند دکتر علی اکبر سرفراز باستانشناس پیشکسوت ایران در 96 سالگی درگذشت. دکتر سرفراز دارنده دکترای مرمت و حفاظت آثار سنگی از دانشگاه نیویورک متولد 1306 شمسی در همدان بود. او متخصص تاریخ هنر اشکانی، ساسانی و ایلخانی بود که در سال 1342 شمسی از دانشگاه تهران درجه کارشناسی ارشد باستانشناسی را با امتیاز عالی دریافت کرد. کمیته بین المللی نجات IRC هشدار داده که بیش از نیم میلیون مهاجر اخراج شده از پاکستان به افغانستان با آینده تیره ای روبرو هستند. کمیته IRC آی این هشدار را به دنبال گذشت صد روز از تصمیم به پاکستان برای اخراج اجباری یک و دهم میلیون مهاجر افغانستانی از این کشور روز جمعه 20 بهمن در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق خود بیان کرد. همزمان این کمیته بین المللی گفته که پناهندگان افغانستانی که به دنبال ورود به ایالات متحده از طریق ویزای مهاجرتی ویژه در تلاش پیوستن با خانواده بودند با چالش‌های زیادی دست به گریبانند سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد بر اساس جدیدترین آمار به دست آمده استان گیلان کم کمترین و سیستان و بلوچستان بیشترین تولد را در ده ماه سال 1402 شمسی ثبت کردند اما در مورد آمار وفات استان کوکولیه و ابوی رحمت کمترین و گیلان بیشترین وفات را در ده ماه سال 1402 شمسی ثبت کردند در زمینه آمار ازدواج نیز استان سمنان کمترین و استانهای آذربایجان غربی و خراسان شمالی بیشترین ازدواج را در ده ماه سال 1402 شمسی ثبت کردند. الوراقم اون که نخست وزیر پیشین پاکستان در زندان به سر میبرد متحدان وی موفق شدند در انتخابات پارلمانی اکثریت کرسی ها را به دست آورند کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرده نامزدهای, نامزدهای مستقل 99 کرسی را به دست آوردند 71 کرسی را نامزدان حزب مسلم لیگ نواز از آن خود کردند و حزب مردم پاکستان 53 کرسی را تصاحب کردند پارلمان پاکستان در مجموع 142 کرسی دارد که از این تعداد سرنوشت 266 کرسی از طریق انتخابات مستقیم تعیین شود. بر اساس قانون اساسی پاکستان ده کرسی برای, برای اقلیت های مذهبی و 60 کرسی برای زنان در نظر گرفته شده است که با نمایندگان نسبی در میان احزاب با بیش از 5 درصد آرا پر خواهند شد وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که دست کم دویست هزار ایرانی به بیماری هپاتیت C مبتلا هستند. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درباره برنامه وزارت بهداشت برای حذف بیماری هپاتیت C گفت در صورت تأمین منابع لازم بیماری هپاتیت C را طی یک بازه زمانی دو تا سه ساله حذف می‌کنیم.